همکارم احمد صمدی از برلین همراه ما شده. احمد، آخرین واکنش ها رو از تو بشنویم، از اتحادیه اروپا به ویژه در خصوص قتل حکومتی محسن شکاری. خب بیشتر در دو بخش میتونم اینو بهش اشاره بکنم. یک بخشش بخشی هستش که در مطبوعات بازتاب پیدا کرده، مجددا بحثایی که در ایران هست. یعنی ما هر روز در رسانه‌های جریان اصلی آلمان و اروپا این موضوع رو میتونیم پیگیری بکنیم. نکته‌ای که وجود داره، خب رسانه‌ها امروز اعلام کردن که بحث خیلی زود مشخص شد که بحث گشت ارشاد یک موضوع انحرافی بوده و مقامات جمهوری اسلامی با اظهاراتی که کردن مشخص شد که نمیخوان که از این موضوع کوتاه بیان. اشاره کرده به طور خاص به صحبت‌های انسی خزعلی و همچنین جلالی نماینده رفسنجان که گفتن که تا دو هفته دیگه حجاب رو به سر زنان برمیگردونیم با قدرت قبلی. و نکته دیگه که بهش اشاره میکنن، رسانه‌های آلمان به ویژه فرانکفورتر آلگماینه سایتون میگه که نشانه‌های بسیار زیادی وجود داره که الان در بلوک قدرت اختلاف به وجود اومده و این اعتراضات باعث اون شده و اشاره میکنه که این اختلاف بیشتر بین مقامات نظامی و مقامات تندرو به ویژه روحانیون هستش که خب این رو خیلی بهش اشاره کردن. اما در خصوص واکنش‌های سیاسی هم باید اشاره بکنم. خانم بیربوک در دیداری که با همتای ایرلندی خودش داشته مجدداً تاکید کرده به این که هفته هاست که دقیقاً صحبتش رو نقل می‌کنم، میگه هفته هاست که می‌بینیم ظلم و خودسری مقامات جمهوری اسلامی بیش از پیش وحشیانه میشه و مجازات اعدام از سوی رژیم ابزاری شده برای ترور و ترساندن. و در ادامه اشاره می‌کنه به اینکه ما خیلی مهم بود که در واقع با تحریم‌های حقوق بشری مانع جمهوری اسلامی شدیم و این رویه همچنان ادامه خواهد داشت. و بر همین اساس هم خب می‌دونیم که سفیر جمهوری اسلامی مجدداً دیشب احضار شد. کشورهای رسانه‌های اروپایی معتقدند که این یک اقدام بسیار مهم و جدی بود و خب در واقع همون خانم پیچرنو هم مجدداً بعد از اینکه تهدید شده اشاره کرده به اینکه باید با مردمی که در واقع می‌خوان که از حکومت مذهبی و همچنین غیر آزادی‌خواه خودش فاصله بگم، باید در کنار اونا بود و مجددا بر مواضع قبلی خودش اصرار کرده و تاکید کرده. احمد صمدی همکارم، ممنون از حضورت از برلین.